از تمام زنای تجارت پیشه و صنعتکار زن حمایت میکنه. بدون حمایت دولت و مردم ما هیچ هستیم. شاید با شوق و شور مردم من 20-25 هزار نفر. خانم ها می انگیزه باشن پیدا میشه که آزادانه بیان کار خدا رونق بتن. ما زمین سازی میکنیم که در نمایشگاه های خارجی بوتاترین فرصت ها استفاده میکنن، بالاخره تواناییشان رو نمایش میگذارن. و اینجا ما زنای امر بالمعروف دعوت کردیم. خلق زیاد راضی کردی، دیر زیاد خسته کردی. امارت اسلامی خوب است، کتماکار نداره، کاری میزنن، تشویق میکنن. تمام اصول اسلامی در نظر گرفته شد. این 6 متر 600 دلار. 600 دلار. دولت خوب است امی که اجازه داده ورودی مردم خانما را. از امارت اسلامی بسیار راضی هستیم که امی به ما سهولت داد که به این نمایشگاه اشتراک کنیم. و اگر نتونن درس بخونن از دوستای زرین خود استفاده میکنن وقت در کار. سلام وطنداره عزیز، امیدوارستم خوب صحتمند باشین. باز هم نمایشگاه هست، نمایش از صنایع دستی دختران افغان، نمایش از توانایی های دختران افغان. ما هم امروز آمدیم به این نمایشگاه، میخواییم که توانایی های دختران افغان را براتون به تصویر کشانیم، ببینیم که اونا با او دستای ظریفشان چی چیزهایی میسازن، کدام صنایع را ساختن، امروز آوردن به نمایش ماندن و مردم چقدر تشویق حمایت کردن از اونا و همچنان حمایت امارت اسلامی از کارکردها و فعالیت‌هایشان چی بوده است. تا پایان برنامه شما عزیزان ما را همراهی کنین، ما هم آیسته میریم تا دستاوردهای دخترای افغان را براتون به تصویر بکشیم. سلام علیکم. علیکم السلام. به شما را صحت داشته باشید. سلامت باشید. عفو باشید. میشه در رابطه با می نمایشگاه نظرتان را بگین؟ چگونه بود نمایشگاه؟ بدلتان بود؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شما خو اطلاع داری که نمایشگاه ها رکلام است برای تولیدات داخلی ما. و این سومین نمایشگاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. اول شما معلوم است که ما چرا اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این نام انتخاب کردیم. اول امام ما امام اعظم صاحب یک شخصیت بسیار عالی بود، دوم یک تاجر بود، ده ها کتاب به این نام نوشته کردم. و پیلان که سومین نمایشگاه شما میبینین بسیار با شوق و شور مردم من و در اینجا از تولیدات خود دیدن میکنم. ما اطلاع گرفتیم تقریبا روزانه 20-25 هزار نفر از نمایشگاه دیدن میکنن. یک ظرفیت بسیار خوب است، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و اتاق صنعت و وزارت صنعت و تجارت نمی ظرفیت ایجاد کرده. نمایشگاه بسیار خوب است، شما ببینینش و انشالله که در آینده هم نمایشگاه ها دایر خواهد شد. انشالله بخیر. الگوزای صاحب، ایجاد همچون نمایشگاه و برگزاری همچون نمایشگاه چقدر میتونه بالای تولیدات وطنی ما تاثیرگذار باشه و اینا را به جهانیان معرفی بکنه؟ بله، نمایشگاه خو هر چقدر که زیاد شوه امی تون نمایشگاه رکلام میشه، مشهور میشه تولید ما و مارکت پیدا میکنه در جهان. به می خاطر نمایشگاه یک وسیله بسیار خوب شناختی برای تولید داخلی ما هستند و این همی مارکت بسیار برای خوب برای مساعد می سازه برای تولیدات داخلی ما. بله بله واقعا. دو سه بار که آمدیم از نمایشگاه ما دیدن کردیم، برنامه داشتیم، خوشبختانه یک تعداد زیاد غرفه را دیدیم که دختر خانم ها اختیار کردن، اما صنایع دستیشان را آوردن به نمایش ماندن. شما هم از اینا حمایت میکنین در آینده ها که بتونن اینا رو هر چیز زودتر رشد بدن، حتی ما بتونیم در آینده تولید بکنیم و در بیرون از کشور وارد بکنیم اینا. بله، دقیق هستن. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنان امارت اسلامی از تمام زنای تجارت پیشه و صنعتکار زنا حمایت میکنه و او را میخواهیم که رشد بکنن و رشد میکنم. از زمین سازی میکنیم که در نمایشگاه های خارجی مطابق قوانین اسلام و مطابق شریعت و شرکت بکنه. در اینجا هم شما میبینید که اصول اسلامی جدا در نظر گرفته شده، زنها کاملا در حجاب هستند و اینجا ما زنای امر بالمعروف دعوت کردیم، اینجا هستن از وزارت امر بالمعروف و در اینجا هستن و کنترل میکنه
که تمام اصول اسلامی در نظر گرفته شود. شما میبینید که دختر خانما اینا غرفایشان در بالاست، اکثرشان شما میبینید و در وجه بسیار زیاد بیروبار از مردانه میباشند و در وجه خود زنا میرن از انواع دیدن میکنن و شرایط برش مساعد است. و ما فکر میکنیم که این همیتور نمایشگاه ها که دایر شود و برای زنا وقت داده شود رشد میکنه. ما میبینیم که نه تنها سوزندوزی قالین و حتی تمام تولیداتی که شما میبینین خصوصا ترشباب و مربع و غیره و غیره که از مواد زراعتی جور میشه، کلشان به دست زنا جور شده. ما خوشبخت هستیم و انشالله دیگه هم برشان شرایط مساعد میشه. اگر به امی رقم پیش بریم، روزی خواهد شد که افغانستان از یک کشور وارد کننده به یک کشور صادر کننده تبدیل شود، ما تمام جهان را تمویل بکنیم با محصولات ما؟ بدون شک افغانستان خصوصیت خاص داره از لحاظ ترانزیتی، از لحاظ معدن، از لحاظ موقعیت. آسیای جنوبی با آسیای مرکزی وصل میکنه، امکانات داره، آوهای پروان داره، زمینای داره، زراعت ما رشد میکنن. ما به این امید هستیم که یک روزی برسه که افغانستان کندوی دنیا باشه و زراعت داشته باشه و ما واردات نداشته باشیم و صادرات زیاد داشته باشیم و فعلا که بیلانس ما با واردات و صادرات برابر نیستن، امی برابر شو. ان شاء الله. تشکر بسیار، سلامت باشید. بخیر باشید. تشکر. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم سلام، شما خسته نباشید. خوب هستین؟ یک معرفی اگر بکنین برای من. رویا محمدی هستم، رئیس شرکت صنایع دستی بانوان مهر افغانستان. بسیار عالی خانم رویا، در رابطه با شرکت بگویم دیگه، شرکت صنایع دستی تان بگوین، کدام چیزا را میسازین؟ چه تعداد از نفر مسئول کار هستم روی شما؟ من یک شرکت دارم همراه با 20 نفر پرسنل بدون شاگردا، که 45 شاگرد داریم در کورس آموزشی، و یک فروشگاه دارم در محل شرکت که تمام وسایل زنانه از لباس و رخت شروع تا چیزی که ضروریات یک خانم باشه وجه به فروش میرسه. چند سال میشه؟ حدودا 7 سال میشه که رسمی کار میکنم و حدودا 10 سال میشه که کار آغاز کردیم. فعلا گفتم 20 نفر پرسنل دارم از طبقه اوناست. تمامشون دختر خانم هستن؟ خانم ها و دختر خانم ها که همه روزه در کارخانه مشغول کار هستن. بسیار عالی. یعنی در کنار خود برای 20 نفر دیگه هم زمینه کاری را فراهم ساختین. بسیار خوب. چی از تولیدات تا کدام چیزا را تولید میکنید؟ ما از نام شرکت معلوم دار است که میگن شرکت صنایع دستی بانوان مهر افغانستان. صنایع دستی میسازیم، لباس میبینین، زیورات و بعضی بکسک های چرمی داریم. در پهلوی زینا یگان چی داریم؟ پیزارای دستی که خود ما میسازیم دیگه. از اینی کارای سنگی که میبینین اینا رو ما نمیسازیم، مثل ماور خانما میسازن، مگر ما در پهلوی لباس های افغانی میخواییم سنگ های افغانی رو بر مردم یعنی بشناسانیم که افغانستان چی چیزایی داره. دزبند های معقول هم دیگه ساخت وطن دختر خانم ها. بله بله. دختر خانم ها زحمت کشیدن. بله بله. تلاش کردن. یعنی این نشان دهنده از این است که زمانی اونا اگر در خانه هم باشن از کوتاه‌ترین فرصت ها استفاده میکنن، بالاخره تواناییشان را به نمایش میگذارن که ما توانا هستیم. بله ها دیگه، اگر نتونن درس بخونن از دستای زرین خود استفاده میکنن. بله بله. کار. در رابطه با این بگوین که نمایشگاه چطور بود؟ چقدر مردم از شما حمایت کردن؟ آیا بدلتان بود نمایشگاه یا نه؟ نمایشگاه خوب است، ما حمایت های مردمی رو داریم، مگر متاسفانه مردم اقتصادشان خراب است و نمیتونن چیز خریداری کنن. میاین بیچاره میبینن، گفته یگان تا گفته خود ما افغانا دلایشان آب میشه، پس میرن خانه. پس میرن دست خالی، میاین دست خالی میرن. دست خالی پس میرن. اگر جات نمیتونن شاید یک دستبند خریداری کرده بتونن دیگه. و خدا چیزی که من شاهد بودم در 3 روز بسیار نسبت به سالهای دیگه فرق کردن، مردم نمیتونن خریداری کنن. در رابطه با این بگوی امارت اسلامی چگونه از شما حمایت کرده، تشویق کرده شما را؟ چقدر راضی هستین از اینا؟ امارت اسلامی خوب است، کت ما کار نداره، حتی در کارخانه هم که کار میکنیم امر به معروف و ناهی هم میاین سر میزنن، تشویق میکنن، فقط تاکیدشان زیادتر سر حجاب است، هم در ایجه هم در اونجه. بسیار عالی، تشکر. بسیار سلامت باشید. اگر پیام حرفی گفتنی داشته باشین برای دختر خانمایی که در خانه نشستن،
و میگن که هیچ کار از دست ما پورا نیست، هیچ کاری کردن نمیتونیم. برای اینا یک پیام بدین که رویا بگیرن. اول از مردم و دولت تقاضا دارم که ما را حمایت کنند. بدون حمایت دولت و مردم ما هیچ هستیم. و دوم با دختر خانم ما این پیام دارم، اگر هر کس استعداد خود را کشف کنه و کوشش کنه که او را به نمایش بونه میشه. ما اصلا خیاطی را بلد نبودم، خودآموز یاد گرفتیم. مگه مال به حساب اگر که گفتم شاگردای کورسم حساب کنم 70 80 نفر رهبری میکنم. اگر میگن چه قسم خواستن توانستن است، اگر بخواین میتونن. بخیر سلامت باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. خب دوستای عزیز صحبت کردیم با این خواهر ما و همچنان تمام صنایع دستیشان را آوردن در اینجا به نمایش گذاشتن. چقدر نام خدا تسبیحکای بسیار مقبول مقبول، در کنار از این پیرانای گنده افغانی بسیار مقبول، کارهایی که تمامش کار دختر خانم ما هست در این نمایشگاه. در کنار صنایع دستی ما چیز دیگری هم شاهد هستیم اینجا. بیر خیلی مادر جان کم پیش بیاین اینجا. سلام علیکم، خسته نباشید. خب هستین، چی هم دارین؟ تشکر بکنین بر دوستای مخدا. خان نام ناجیه سلطانی هست، شرکت سنبل تولیدات مواد غذایی، انواع مربه هاست، ترشیجات هست، روب هست، مسالجات هست، پروسس میوه خشک هست و کشت سمارق، تولید سمارق هم داریم. بسیار عالی. چند نفر در کنار شما مصروف کار است اینجا؟ زمینه کاری را بر چند نفر فراهم ساختید؟ تقریبا 50 خانم است که نظر به تقاضای بازار و قرارداد که ما داریم باز خانم ما بیشتر میشه که در کار ما فراهم برش کنیم. هرقدر که پیشنهادات بیشتر باشه هرقدر کارمند بیشتر. و اینا بگو این نمایشگاه چطور بوده است؟ آیا در این نمایشگاه پیشنهادهایی گرفتین از طرف شرکت ها اینا که باید اینا رو برشون روان بکنین یا مردم بله. هم حمایت کردن از شما؟ بله، قرار داد کردن نمایشگاه بسیار خوب بوده که همین مسئولات ما که ما در نمایشگاه میاریم همین متنان ما آگاهی پیدا میکنه که باید همین مسئولات داخلی وطنی خود ما را حمایت کنه و ما را در کنار خود داشته باشن که ما حمایت شیم و بیشتر تولید ما شود. بله، بیاین دوستا ما از اینجا بر تمام وطن‌دارای ما میگم از تولیدات وطنی خود ما استفاده بکنیم تا باعث رشد و پیشرفت تجار کارگر وطن خود ما شود. دولت چقدر از شما حمایت کرد؟ دولت خوب است که اجازه داده ورودی مردم خانما را. اینمی جهان سپاس از پرشان. ایجاد این نمایشگاه ها میتونه که به خاطر رشد دختر خانما مؤثر باشه یا خیر؟ بله بله، خانم ها می انگیزه بشان پیدا میشه که آزادانه بیان کار خدا رونق بتن و مسئولات خدا بیارن به نمایش بگذارن. سلامت باشین، تشکر بسیار. تشکر شما. سلامت باشین. اونا چگونه میتونن که از توانایی خود استفاده بکنن مثل شما نمت بیارن در نمایشگاه بعدی مسئولات چرا من نمایش بگذارن؟ برن اینا تو در شرکت ها ما که رفتیم پیش ناجی جان سلطانی اسمبل شرکت اسمبل کار کردیم، خود ما را تشویق کردین، خود ما خود کفا شدیم، جور کردیم، آوردیم اینا، جواز گرفتیم، جواز کار دیگه آوردیم اینجا به فروش موندیم. بسیار عالی. سرپرست فامیل خودتان هستی؟ بله. از برکت از اینا شما چند نفره در خانه نان میدین؟ از برکت از اینا ما 7 نفره. 7 نفره ماشاءالله. باز چطور است پولی که براتون میده؟ قناعت بخش است. بله، اگر بله. دست نمیجا شکایت بکنی یه ذره ما بله بله, بله. زیاد مهربان است. سلامت باشین، تشکر. تشکر شما. سلامت باشین، تشکر. بیاین بیاین شما هم صحبت بکنید. بیاین یک پیام از این خواهرم امید داشته باشیم. ما کارمند هستم. کارمند شما هستید. شما میشه بگوین پیامتون برای مردم، برای دختر خانمایی که ما ناتوان خودشان هست. ما یک 4 سال میشه که در شرکت سمبل کار میکنیم و استاد ما امرای ما ما خود مال خود کفا شدیم، اومدیم مسئولات خود به فروش میرسانیم. ما هم از دختر خانم ها میخواهیم که یا برن مصروف کار شون، بیاین در فروش برسانن به زحمت به دست خود کار اخیره کنن. سلامت باشین، تشکر از شما. خب وطندار عزیز، شما چند تصویر از نمایشگاه تماشا بکنین، ما هم مثل از اینا دیگه دستاوردهای افغانی یا کارکرد های دختر خانم ها را براتون به تصویر میکشانیم. ببینین که دختر خانم های ما دیگه چی توانایی ها دارن. چند تصویر تماشا بکنین، ادامه برنامه را فراموش نکنین دوستان. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم سلام. خوب هستین؟ سلام. یک معرفی بکنین بر دوستای ما خدا. زن تو معرفی کن. زمانم ناهید همراز من در رنگلار ولایت مراغلی من در کیدی لاست سنای شرکت لرم. من کل افغانی کالی دارم. چی از صنایع شما کارایتان چی از چی چیزا ساختین شما؟ من پلاس جو کریدا تو کاری کالی
او موږ تراویح ځینې کار کوي په خپل سنټر لرو موږ چې هغه ټول کونډو دیوځ یې غریب خوځي دي چې هغه دا کار کوي موږ خپل مارکیټینګ لرو مارکیټ دی وړاندې دوه خرڅې هغه ته به څو روپۍ کېدا لاس تر راځي هغه خپل کور د ملال نه پکا پیدا کوي او موږ د دې نمازګان خوشحاله ولې نو خو مارکیټینګ بیخي شته نه دي باید موږ ته لږ خارجي نمازګانې برابر کړو مردم خود ما چطور آمدن کسی تشویق کرده از شما حمایت کردن از شما ولی او سم کالی خرص شو سو جوری خرص کرد چطور است این نمایشگاه برگزاری نمایشگاه میتونه که به خاطر رشد دختر خانم ها موثر باشه یا نه خلق زیاد راضی کالی دیر زیاد خو خسته کالی دی بود خو مگر اخلی نه او یو سو کسان واغستلی او بینشپک جوری خرص کرد عزیب بگوین که امارات اسلامی چقدر همراه شما همکاری کرده است؟ از اونها خوشحال هستین یا نه؟ اول من بیو خوشحالی و خوب باید من پلک مارکتین تشکر سلامت باشید تشکر باشید سلام علیکم خسته نباشید سلام شما هم خسته نباشید تشکر سلامت باشید یک معرفی بکنیم بر دوستان سمیا شیرزاد هستم سمیا جان در رابطه با کارهایتان بگین کدام کارا را میکنین کدام چیزها را ساختین خب ما زیادتر قالین های دستباف میسازیم که دستباف اول اینا پشم از پشم گوسفند ساخته میشه پشم گوسفند اول تارش از پشم گوسفند تار ساخته میشه و اونا رنگ میکنیم و خانم دختر خانم ما میبافه نام خدا اینا تمام قالین ها را میبینیم کار دختر خانم ها زیاد دختر خانم ها ساخته اینا آه بله فابریکا داریم شما؟ چی داریم؟ سنتر داریم، فابریکم داریم در دشتابرچی، تپه امنیت تپه امنیت چی تعداد از دختر خانم ها مصروف کار از همراه شما کار میکنن؟ 150 نفر دخترها با ما کار میکنن تا حالا یعنی فابریکه شما زمینی کاری رو برای 150 نفر از دختر خانم ها فراهم ساخته؟ بله، 150 نفر دخترها با ما کار میکنن، میبافن و همین کارها رو میکنن بین خیلی یک قانونار هم دوستا براتون نشان بدیم قانون های بسیار معقول معقول من از دور که دیدم من فکر میکردم خشایت ماشینی باشه چون یک رنگه که بسیار معقول کار بسیار ظریف دیگه کار دست هست یک قانون اگر بخواین ببافین چند روز در دربر میگیره چقدر بالای زحمت میکشین شما خب و به نظر به مترش هست که چقدر متر کار داشت چقدر قانون و اینی که قانون میگیری 6 متر هست اگه تزباه باشه دخترای ما شاید 3 ماهی خلا شوه اگه کن ماه باشه و 6 ماهی میره شاگردای تنبل هم دارین دیگه آه بله یک قانون برش بیتی یک سال هم خلاص نکنه آره شاگردا خواهده میشه خب یه خیلی بر صورتش در مورد نقشیش بگوییم نقش نگاری که از داخل قانون اینا را هم شما برشان نقشه میتین؟ چگونه اینا را شما چی میگن برش تحریزی میکنین؟ از جایی میگیرین کپی میکنین یا خودتان رسام و نقاش دارین که تحریزی میکنه برش شما؟ ما رسام نقاش داریم که اینا را رسامی میکنن، نگار میکنن و طراحی میکنن که اینا یک باز گراف جور میکنن که گراف میگه و از روی از او دختر خانمای ما میبافن قیمت یک قالین چند است؟ مثلا یک قالینی که 6 متر باشه می قالین 6 متر این 6 متر $600 $600 هر متر $100 هر متر $100 متر مربع حساب میشه هر قالین باز فرق هم میکنه یا فرق نمیکنه نقش نگار ایناش فقط کار دست بود قیمتش $100 است فرق میکنه مثلا کوالتیش کم باشه یا اینا کوالتیش 80 است که بسیار گرنگ و زیادتر خرد آمده بسیار خوب شما در کوالتیش مثلا در 20 و 30 باشه اینا را میتونن تا $60 هم بخرن بسیار عالی در رابطه با نمایشگاه هم بر دوستای ما بگید این نمایشگاه چطور بود چقدر مردم از شما حمایت کردن چقدر تشویق کردن از شما نمایشگاه خوب بود بسیار خوب بود برای دختر خانم ما خوب بود مثلا میتونیم آشنا شویم با این چیزا و رابطه خود را ما خوب کنیم با مردم که با ما آشنا شون که از ما بخرن بله بله مردم هم از شما حمایت کرد تشویق کردن یا تو الوز فروشات هم داشتین یعنی که فروشات که نداشتیم و تشویق بسیار شدیم تشویق زیاد تشویق های ناقری چی کنیم که یکان تو بیا بخره که یک چیز پیسه شد آه دیگه چطور در رابطه بایی بگوین که امارت اسلامی چقدر از شما حمایت کردن چقدر راضی هستین و کدام سهولت ها را براتون فراهم ساخته است خب از امارت اسلامی بسیار راضی هستیم که می به ما سهولت ها که به این نمایشگاه اشتراک کنیم سلامت باشین تشکر زنده باشین تشکر بسیار سلامت باشید.